صبح همگی هموطنان عزیزم در لس آنجلس به خیر باشه و خدمت عزیزانمون در سراسر دنیا در هر کجایی که هستید وقت به خیر میگیم. انشاءالله که خوب و خوش و سلامت باشید در هر کجایی که هستید. در خدمتتون هستم در یکی دیگه از برنامه های پیوند سبز، برنامه که خب آشنایی دارین، دوستان زیادی هستن که خب به هر حال همراهی کردن ما رو سالیان سال و سعی کردیم در برنامه‌مون یک ارتباطی رو داشته باشیم با برخی از بینندگان عزیز و مرسی که نگاه میکنید، مرسی از اینکه حالا این برنامه‌های روزهای شنبه‌مون معمولاً در زمانیه که عزیزان در ایران اگه بخوان لایف برنامه رو ببینن احیاناً وقت خوابشون نیست هنوز، ولی برنامه‌های دیگرمون که نیمه شب‌ها هست و دوستان میشینن و نگاه میکنن خیلی لطف میکنن و از این نظر ازشون بسیار ممنون هستم. برنامه‌مون مجموعی هست از اطلاعات روانشناختی، مسائل پیرامون خانواده که شامل کودک، نوجوان، جوان، فرزندان و پدر و مادر میشه و روابط پدر و مادر با فرزندان و از طرفی در رابطه با ازدواج، مسائل مربوط به ازدواج قبل و بعد از ازدواج. ما نمیتونیم منکر معضلات ازدواج باشیم، مشکلاتی که در زمینه ازدواج در جامعهمون وجود داره و به هر حال نداشتن شناخت و آگاهی کامل از فلسفه ازدواج که آیا واقعا ما مجبوریم ازدواج بکنیم یا نه و ازدواج برای بهتر شدن زندگیمونه یا فقط یک فصلیه که باید این فصل رو پیمود، تیک کرد و یا کنار گذاشت یا بالاخره باید اون رو داشت. برخی دوستان هستن که در این زمینه به هر حال برای خودشون یک فلسفه ای دارن، خودشون را شناختن و میدونن در زندگی چی میخوان و میدونن چطور میتونن در زندگیشون با مسئله ازدواج روبرو بشن، برخورد کنن، به خودشناسی رسیدن. و برخی دیگه هستن که در این زمینه خب دنبال روی دیگران هستن یا دارن فالو میکنن و باید بکنن که فکر میکنن باید بکنن و خیلی ناشناخته است و خیلی براشون به اون بلوغ و یا به اون شناخت نرسیدن. جنبه‌های مختلف ازدواج رو در نظر نگرفتن. ما اگر خودمون رو به شکل یک دایره فرض کنیم، یه دایره که این من هستم و از مرکز شعاعهایی رو به اطراف دایره بکشیم که هر قسمت اون رو بخوایم به بخشی از زندگیمون بدیم، تخصص بدیم، یه قسمتی از این دایره میشه ازدواج در زندگی من، در زندگی شما. همه این دایره شامل ازدواج نیست. متاسفانه زوجها زمانی در ازدواج دچار مشکل و مسئله میشن که از پدر مادرشون، دوستشون، کارشون، فرزندشون از همه چیز میزنن و تمام زندگیشون رو تمرکز میدن فقط به اون رابطه‌ای که در ازدواج با همسرشون دارن یا فقط به اون ازدواج تخصص میدن و اگر اون ازدواج شکست بخوره اون فرد کاملا متلاشی میشه و شکست خورده میشه چون تمام ابعاد زندگیش فکر میکنه تحت تاثیر قرار گرفته، در صورتی که یک فردی که به خودشناسی برسه و بتونه به بلوغ فکری برسه و تشخیص بده هویتش رو و موقعیت خودش رو در اجتماع، که اکثر ما البته در زندگیمون سعی میکنیم به این مرحله برسیم، سعیمون بر اینه که ابعاد مختلف زندگی رو در نظر بگیریم، مثلا برای پدر مادرمون جای خاصی داشته باشیم، برای دوستانمون جای خاصی داشته باشیم، تفریحاتمون جای خاصی داره، کارمون جای خاصی داره، علایقمون، کارهایی رو که باید انجام بدیم که بهمون انرژی روحی روانی بده، شخصیه، مثل هنری که داری، آرتی که داری، مدیتیشن میخوای بکنی، وقتی که در شبانه روز میخوای برای خودت بگذاری، همه اینهای بخشی برای زندگی داره و یه بخشش هم معطوف میشه و شامل ازدواج هست و یا روابطی که با زن و شوهر با هم دیگه دارن. بنابراین ما باید به شکلی به این تنظیم و به این در واقع طبقه بندی در زندگیمون دست پیدا بکنیم که زمانی که اگر در یک رابطه دچار مشکل و مسئله شدید ابعاد دیگه زندگیتون یه دفعه کلپس نکنه، یه دفعه از بین نره، متلاشی نشه، فکر نکنید دیگه افسرده بشید، غمگین بشید، گوشه‌گیر بشید، هیچ کاری نتونید بکنید و دیگه براتون این مسئله خیلی بتونه گرون تموم بشه. برای رسیدن به این مرحله باید خودمون رو بشناسیم. خیلی از افراد هستن که خودشناسیشون رو در اون عشق و ازدواج میبینن، خانواده رو فدای عشق و ازدواجشون میکنن، قبل از ازدواج البته ممکنه این مسئله اتفاق بیفته،
از تفریحاتشون میگذرن، از مطالعهشون میگذرن، همه چیز، تمام فکر و ذکرشون و تمام طول مدت روزشون فقط معطوف میشه به اون رابطه‌ای که دارن و به اون مسئله ازدواج ختم میشه. ولی بعد کم کم که وارد زندگی که شدن و دیدن آخه یک انسان که اینقدر جایز الخطاس و مجموعه از تمام مشکلات و مسائل چطور میتونه منو ساتیسفای بکنه در تمام بخش‌های زندگی، اصلا این امکان پذیر نیست. بنابراین اونجا که به این مسئله و به این واقعیت رسیدن، اونجاست که یک دفعه میشکنن، نابود میشن، چون فکر میکنن که تمام مرکزیت ذهنی خودشون رو که به این قضیه اختصاص داده بودن اصلا پاشیده شده و میتونه ضربه‌های زیادی رو براشون بگذاره. بنابراین باید بهترین راه اینه که یه سنی رو برای خودتون انتخاب بکنید که خودتون رو بهتر بشناسید، تشخیص بهتری راجع به مسائل داشته باشید، حتی المقدور سعی کنید از توانایی‌هاتون، استعدادتون، لیاقتتون استفاده کنید، کاری رو انتخاب بکنید که میتونید از قدرتتون برمیاد بتونید انجام بدید، که برای خودتون پرووایدر باشین، بتونین فضایی رو برای زندگیتون به وجود بیارید با دست خودتون، نه که حتما احتیاج به کمک داشته باشید. همه اینها میتونه در رشد ما اهمیت داشته باشه و پله پله ما رو به اون چیزی که میخوایم نزدیک بکنه. مطالعه بکنیم، روابطمون رو با دیگران حفظ بکنیم، سعی نکنیم مسائل رو فقط بر اساس بدبینی، ترس، شک و تردید و یا آسیب هایی که در دوره زندگی و خانواده و پدر و مادر بر ما وارد شده و یا خودمون با ترس و استراپ هایی که داریم مسائل رو در واقع بتونیم بررسی بکنیم یا ببینیم که بتونه آسیب برامون داشته باشه. هدف ما در برنامه‌مون به وجود آوردن چنین دیدگاه‌هایی در نسل جوان به خصوص هست. در افرادی هست که اکثرا وقتی من با عزیزانمون در سراسر دنیا ارتباط دارم، با ایرانی‌های عزیز، می‌بینم در یک جایی قفل شدن، لاک کردن خودشون رو و دیگه احساس لذت و آرامش و خوشحالی از زندگی ندارن. حتی اگر وقت‌های خوبی برای خودشون دارن، مسافرت هم میرن، گردش و تفریح هم میکنن، بیرون هم میرن، خونم مرفه، زندگی با آدم های مختلف و روابط گسترده هم دارن، ولی خوشحال نیستن، از زندگی لذت نمیبرن. تنها دلیلش اینه که ما خودمون رو نشناختیم، فقط فالوئر بودیم، فقط دنبال رو بودیم، فقط یاد گرفتیم که توی زندگی باید اینا رو داشت. چرا باید داشت؟ چی کار باید بکنیم برای داشتنش؟ حالا که داریم چی؟ من باور کنید آدم‌هایی رو می‌بینم که شاید گوشه از زندگیشون آرزوی بسیاری از آدم‌های دیگه باشه، ولی خوشحال نیستن، آسیب دیده هستن. مسائل روحی روانی مسائلیه که با من در ارتباطه، با ایگوی من در ارتباطه، با سلف من در ارتباطه، با خود من در ارتباطه. من اگر بتونم از نظر روحی روانی با خودم رو راست باشم و بتونم خودم رو بشناسم و خواسته های خودم رو بدونم چیه و به خودشناسی برسم، اونجاست که میتونم با میزان کم هم در زندگیم قانع و راضی باشم و احساس خوبی از خودم بکنم، چون برای رسیدن به اون چیزی که خودم خواستم تلاش کردم، نه اون چیزی که دیگران برام انتخاب کردن، و فالوئر هدفهای دیگران نبودم، ارزش های دیگران رو برای خودم ارزش نکردم، ولیو های دیگران برای من ولیو نبوده. من به دنبال راهی رفتم که بتونم برام ارزش به وجود بیاره، خودم رو بشناسم توش و بتونم اون هسته وجودی خودم رو که برمیگرده از درون من، از تمامی اون چه که ما در برنامه راجع بهش صحبت میکنیم، از مسائل ژنتیک، مسائل بیولوژیک، مسائل روحی روانی، خانوادگی، مسائل لیوینگ ارنجمنت، زندگیمون، اطرافمون، اون چه که باعث شده که من در زندگیم بتونم خودم رو پیدا کنم و ببینم من کی هستم، به اون خودشناسی برسم و بتونم ذهنم رو باز بکنم و ترس‌های خودم رو از بین ببرم. اینها راه‌هاییه که میتونه به من و شما کمک بکنه برای اینکه زندگی بهتر و کم آسیب رسانتری برای خودمون و دیگران داشته باشیم. انشالله که میرسیم به اون مرحله و اگه نرسیدیم و سعیمون بر اینه که بتونیم این چنین مسائل رو در برنامه هامون برای شما عزیزان حتما صحبت بکنیم راجع بهش. منتظر هستیم که باهاتون گفتگو داشته باشیم. عزیزانی که میخوان روی خط بیان و سوالات خودشون رو مطرح کنن، خوشحال میشیم که باهاشون گفتگو داشته باشیم. شماره ما هست 818-776-4-0. شماره برنامه است که دوستان میتونن بیان روی خط و سوالاتشون رو مطرح بکنن، پرسش های خودشون رو مطرح بکنن. و خط دیگرمون که 818-726-1112 هست، شماره که دوستان عزیزمون میتونن برای گرفتن وقت مشاوره، گرفتن وقت های خصوصی، حضوری، غیر حضوری، برای اینکه بتونیم باهاتون در ارتباط باشیم و مشکلات و مسائلتون رو بشنویم و راهکارهایی رو براتون مشخص بکنیم که بتونه کمکتون بکنه، تکنیک های آموزشی رو براتون در نظر بگیریم، میتونیم
میتونیم در این زمینه کمک باشیم براتون و میتونید تماس بگیرید با ما، به خصوص راجع به کودکان، نوجوانان، جوانان و کسانی که در این زمینه سوالاتی دارن. از طرفی هم محصولاتی رو داریم که در برنامه مرتب راجع به صحبت میکنیم و در واقع محصولات کمپانی زد هپ هستن که اینها رو ما الان نزدیک 12-13 ساله که در داخل کشور، در اروپا، در آمریکا، در سراسر دنیا برای هموطنان عزیزمون، ایرانی های عزیزمون توضیح میکنیم. این محصولاتی رو که خدمتتون عرض میکنم محصولاتی هستند که 100% اثر دارن، در حد داروهای شیمیایی میتونن برای تریتمنت حتی استفاده بشن، در صورتی که اینها داروهای گیاهی هستند ولی میتونن برای درمان هم در خیلی از مسائل پیشگیری کنن و به شما کمک بکنن و از این لحاظ میتونید استفاده بکنید از این محصولات. و ما برای شما دوستان عزیز میتونیم اینها رو معرفی بکنیم در طول برنامه. شماره هایی رو روی صفحه تلویزیون داریم که 3 شماره زرد رنگ هست که برای ایران و شماره خط اول، دوم و سوم ما عزیزانی هستند که میتونن برای شما سفارشاتتون رو داشته باشن در سراسر ایران، در تهران، اصفهان، کرج و شیراز این محصولات تحویل در به منزل هست و در شهرستان ها براتون پست میشن، بقیه شهرستان ها. و اینکه دوستانی که در اروپا و آمریکا هستن وبسایت ما رو میتونن داشته باشن www.zherb.com و همچنین از طریق شماره های روی صفحه که برای امریکا و اروپا هست میتونن با ما تماس داشته باشن که از این طریق بتونیم باشون گفتگو داشته باشیم. محصولاتی رو که براتون راجع به صحبت میکنم در زمینه استرس هست، یعنی اگر که شما واقعا احساس میکنید که استرس دارید، فشار عصبی دارید، اضطراب دارید و یا بیخوابی دارید و یا احساس کمبود انرژی دارید، میتونید از این محصولات استفاده کنید که پکیج هست که به خوبی میتونیم براتون داشته باشیم. محصول استرس برای کسانی که اعتیاد دارن، میخوان اعتیادشون رو بذارن کنار یا گذاشتن و بعد از اعتیادشون احساس اضطراب و استرس دارن، میتونن استفاده کنن. خانم ها و آقایونی که معمولا در طول روز بیقرارن، افسردن، مضطربن، میتونن کمک بگیرن از این محصول استفاده کنن. با سوپر انرژی که مولتی ویتامین انرژیزاست، مجموعی از همه ویتامین ها هستش، علاوه بر این که خستگی رو میگیره. مایند متریکس رو داریم برای حافظه، تقویت حافظه و توجه و تمرکز. در زمینه حافظه و هوش شما مطالبی رو دارم که فکر میکنم بهتون کمک بکنه و بتونید در این زمینه ازش استفاده بکنید. برای هوش و برای بالا بردن هوشتون راه‌های زیادی وجود داره که ما میتونیم توجه و تمرکزمون رو بالا ببریم و میتونیم حتی کمک بکنیم به این که یه مقدار ذهنمون قوی تر بشه، خستگیش گرفته بشه. علاوه بر این که از نظر کمیکال بدنمون ما نیاز داریم به یک پروداکت ها و محصولاتی که بتونه نوتریش بکنه مغز رو و استیلکولین رو در مغز بالا میبره، کمک میکنه به خون رسانی بیشتر، جذب پروتئین رو در مغز کمتر میکنه و باعث میشه اون حالت مهالودگی و گیجی و منگیمون گرفته بشه که مایند متریکسه که میتونید استفاده بکنید. یه سری از مسائلی هم هست اینجا براتون میگم که میتونه کمکتون باشه. بریم سراغ خط اول، دوست عزیزمون رو داشته باشیم. جانم بفرمایید روی خط هستید. سلام عرض میکنم خدمتتون. الو؟ الو. جانم سلام عرض میکنم، بفرمایید. سلام. سلام عزیزم، حال شما؟ مرسی مرسی. تشکر میکنم. قربان شما. مرسی. من تو سن ازدواج هستم. بله. دایی من عزیزم. بله بله بفرمایید. بعد خیلی اصلا انقدر دور و برم آدمایی میبینم که همه خیانت میکنن، چه زن چه مرد، کلا بدبین شدم به زندگی متأهلی. اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم. و یه دختری هم هستم، از نظر ظاهری هیچ مشکلی ندارم، طوری که همه میگن تو چرا تنهایی، چرا ازدواج نمی‌کنی، تا کی میخوای تنهایی رو انتخاب کنی، کلن سردرگمم، هیچ کیسی رو نمیتونم سمتش برم، با هیچ کیسی نمیتونم حرف بزنم، ارتباط برقرار کنم، انقدر که تو اطرافم چه خانوم چه آقا خیانت دارم میبینم. ببین مثل یه آدمیه که ببین عزیزم بذارید براتون توضیح بدم. مثل اینکه احتمال تصادف توی خیابون وجود داره، میزان تصادفات هم خیلی زیاده، درسته؟ ولی کسی بگه من رانندگی نمی کنم چون احتمال داره تصادف کنم،
یا من مثلا هیچ کاری نمیکنم چون خونه برم بیرون احتمال داره که ماشین به من بزنه یا امکان داره من اصلا برم بیرون یه اتفاقی برای من بیفته. نمیتونی به خاطر میزان ریسک و احتمال ریسک و خطری که در یه کار وجود داره اون کار انجام ندی، چون هر کاری برای خودش ریسک و خطر داره. کوهنوردی نکنم چون ممکنه بیفتم پام بشکنه. ازدواجم همینه. مسئله یه خیانت کردن در ازدواج یه مسئله اپیدمی همگانی نیست که برای همه اتفاق بیفته. ولی مسئله یه که الان در این بفرمایید. مثلا توی دنیای مجازی، توی اینستاگرام، توی اطرافیانم، توی دوستان، توی همکارام، انقدر میبینم، انقدر سوال شده که چرا آدم به کی میتونه اطمینان کنه. یا مثلا خودم یه دوستی داشتم، یه تایمی با هم که دوست بودیم، توی دوستی هر چقدر گفتم رو راست باش، ادعا میکنم رو راسته، ولی بعد که با هم کار کردی فهمیدم نه. ببین عزیزم، انتخابی که داریم ما، بعضی از افراد میرن سراغ کسایی که انگار مثل یه پدرن و الگو میرن، یه آدمای مخصوصی انتخاب میکنن که اون آدما مدلشون داد میزنه خیانتکارن، آدمایی که اصلا شخصیت ثابتی ندارن، آدمایی که خیلی حرافن و ظاهر جذابی دارن، شخصیتایی که خیلی نمایشیان و میخوان خودشونو خوب جلوه بدن. اصلا یک آدمی رو شما از نوع نگاهش به دیگران میتونی تشخیص بدی که این آدم میتونه یک فرد خیانتکار باشه یا نه. نوع نگاه و ایمپرشن و تأثیری که میتونه توی رفتارش بگذاره میتونه نشون بده که این آدم مثلا آدم با کامیتمنت و تعهدی هست یا نه. ولی این نوع پرسونالیتی و شخصیت افراد بستگی داره و به نوع رابطه. ما آدما دیوونه نیستیم که وقتی وارد یه رابطه میشیم بعد بریم خیانت بکنیم. یه سری آدمایی وجود دارن که اینا از نظر شخصیتی مشکل دارن، استیبل نیستن، اینا کارشون اینه، اصلا هیچ رابطه‌ای رو جدی نمیگیرن. خب اون آدما مدلشون مشخصه و درصد کمیان و خیلی راحت میشه اینا رو شناخت و ازشون دوری کرد. ولی یه سری افراد دیگه‌ای که در زندگی ممکنه براشون کیسایی پیش اومده باشه که خیانت کردن، واقعا دلیل اصلیش این نیست که اینا از اول خیانتکار به دنیا اومدن. نوع رابطه‌ای که من و شما می‌سازیم با طرف مقابلمون میتونه خیلی راحت این رابطه رو به مسئله خیانت بکشونه و یا میتونه این رابطه رو یه رابطه خیلی سالم و سازنده‌ای بکنه. همه چی به کیفیت رابطه بستگی داره. فقط موضوع سر اینه که ما بتونیم فردی رو که انتخاب میکنیم مدلی باشه و شخصیتی باشه که احساس بکنیم که یک دفعه با شیفتگی و عاشقی آنچنانی سراغش نری. یه آدمی باشه که به عنوان یه فردی که داری باهاش صحبت میکنی، بیرون میری، غذا میخوری، آشنا داری میشی و کم کم داری با روحیاتش شناخت پیدا میکنی، وضعیت خانوادهش رو میبینی، سیستم زندگیش رو میبینی، روش افکار و روش مطالعهش رو در زندگی میبینی، دیدگاهش رو به زندگی میبینی، نوع خانواده رو میبینی و اون در واقع استیبلیتی و ثباتی که تو خانواده وجود داشته. همه اینها میتونه برای من و شما معیاری باشه برای اینکه بتونی یه فرد رو انتخاب کنی. ولی باز هم هیچ گونه سندیتی وجود نداره که بعد از این فرد آیا واقعا 100% همیشه با شما خواهد بود یا میتونه جدا بشه و بره، یا ممکنه، نمیتونم بگم خیانت چون خیلی از افراد هستن مشکل دارن ولی به طلاق میانجامه ولی خیانت تو زندگیشون نمیکنن. این ترسی که از شما در شما به وجود اومده من فکر میکنم به دلیل تمرکزیه و ترسیه که در این رابطه در محیطت میبینی. تو خانوادتون کسی رو داشتید که خیانت کار باشه و این کار انجام داده باشه؟ مثل پدر، برادر، همسر قبلی، دوست پسر قبلی، کسی بوده؟ دوست قبلی بوده و ترست بیشتر از این مسیر اومده، درسته؟ یعنی شک کردی؟ درست. خودت الان که برمیگردی ریویو میکنی رابطتو از اول نگاه میکنی، احساس نمیکنی خیلی مواقع در نگرشت اشتباه کردی؟ فکر نمیکنی که ساینایی وجود داشته که باید بیشتر چشتو باز میکردی ولی خودت چشاتو بستی و متوجه نشدی، خودت خودتو گول زدی، فریب دادی، درسته؟ دقیقاً. بنابراین اگه یه مقدار با آگاهی بیشتر بری جلو خیلی راحت میتونی موضوع رو تشخیص بدی. شما ادالتی دیگه، الان آدم بزرگی هستی و خودت میتونی تشخیص بدی، درسته؟ بنابراین من فکر میکنم مسیرت رو از این که میخوام اگه تصادف کنم رانندگی نمیکنم، نه، این رو خط بزن، این فرمول رو خط بزن و بگو به خودم مطمئنم که دختر باثباتی‌ام
دختر خوبی هستم، یه رابطه رو برای کیفیت خود رابطه میخوام. اگه به یه فردی دست بدم و میگم باهاش میخوام همراه باشم، همراهش خواهم بود و آدم متزلزلی از نظر روانی نیستم. و اگه خودت رو خوب بشناسی، میتونی آدمی رو در لول و سطح خودت پیدا بکنی، به شرط اینکه اون چوری که دلت میخواد رو بری پیدا کنی، نه اون چیزی که دیگران دارن انجام میدن دنبالشون بری. هر چی ظاهر افراد جذابیت بیشتری داره و شخصیت‌های نمایشی بیشتری دارن که بهش میگن شخصیت‌های هیستریانیک، این جور شخصیت‌ها از نظر روت و ریشه روانی سست‌ترن. بنابراین نمیشه بهشون خیلی اکتفا کرد، نمیشه بهشون تکیه کرد، دیوارهای متزلزلین. سراغ آدمای استیبل برو، آدمای باثبات، آدمی که خودشه، ادا نداره. و مطمئن باش اینجور آدما از نظر کیفیتی واضح‌تر میتونی دستشون رو ببینی و باهات رو راست‌تر رفتار کنن. و حتما قبل از ازدواجت یا قبل از اینکه یه رابطه رو جدی بکنی، برو با مشاور صحبت کن. اوکی عزیزم؟ خیلی ممنون. مواظب خودت باش. ممنون بابت راهنماییتون. شبتون بخیر. خدافظ. مواظب خودت باش. مرسی عزیزم. خط چند رو بگیریم؟ خدا. مرسی. خدا نگهدار. خط نمیبینم. خط چند؟ 5. بفرمایید عزیزم، روی خط تلویزیون ایران هستید. الو. سلام. سلام عزیزم، بفرمایید. سلام. سلام. خانم حالتون خوبه؟ زنده باشید. مرسی. احوال شما چطوره؟ شما خوب هستین؟ خانم من یه بیماری دارم، من خیلی از شب می‌برم. آها. من ترس از ارتفاع دارم، نمی‌دونم چرا. از که این ترس از ارتفاع در شما بوده؟ این ترس مادرزادی بوده، یعنی از وقتی که بچه بودم اینجوری بودم. خب یه نوع فوبیا هستش، یه نوع ترس بیمارگونه است، یعنی ترسیه که در ذهنت اون رو خیلی مهیبتر و بزرگتر و خطرناکتر داری جلوه میدی از اون چیزی که هست. و این ترس معمولا ریشه های استرابی داره، یعنی یه آدم مضطرب میتونه کم کم ترسهاش تبدیل به فوبیا بشه، یعنی ترسهای بیمارگونه. و میتونه آگورافوبیا باشه، ترس از فضای بسته، میتونه ترس از جمع باشه، میتونه کلاستروفوبیا باشه، میتونه ترس از ارتفاع باشه، میتونه ترس از اتوبان و فریوی باشه. یه نوع شوک و یه نوع حالت روانی یا تجربه بعد میتونه این ترسا رو در ما تریگر بکنه، یعنی هدف قرار بده و اینو در ما بیشتر، یعنی استرابمون رو در واقع تریگر میکنه، هدف قرار میده رون استرابی خانه. که داری و بعد باعث این حالت میشه. خانه رحیم، من وقتی بچه بودم میگوش من وقتی بچه بودم، بعد مامانم میگه من افتادم تو آتیش، ممکنه این باعث این ترس رو وجود این ترس شده باشه؟ ببین ریشه یه ترس برمیگرده ترس از مرگ. همه یه ترس ها آخرش محتواش برمیگرده به ترس از مرگ، مردن. بنابراین زمانی که یه بچه ترس از مرگ داره، این ترس و استراب در وجودش میتونه به هر چیزی معطوف بشه. کسی که یه حادثه و اتفاقی براش افتاده یا تو خانوادهش افتاده یا شاهدش بوده، این ترس از مردن میتونه تبدیل بشه به یه فوبیای بزرگ، ترس از خفه شدن در آسانسور، ترس از توی یه جمع بودن و خفه شدن، ترس از ارتفاع، ترس از رانندگی در اتوبان. اینا ترسای بیمارگونه است. این اضطراب شما باید حتما زیر نظر یه روانشناس باشه که بتونه درمان بشه. خودت به تنهایی نمیتونی درمانش کنی عزیزم، راحت بهت بگم. من دکتر میرم، زیر نظر دکتر هستم، ولی داروش یه تاثیری نداره. نه، دارو کمکت نمیکنه، دارو استراب تو کم میکنه، دارو کمک میکنه به اینکه اون میزان استراب و انگزایتی که داری بیاد پایین. ولی برای اینکه جلوی این ترس از ارتفاع گرفته بشه، بالا رفتن از بلندی خودش یک رفتاره، یه عمل کرده،
وقتی شما پله بالا میری داری یه کاری انجام میدی، یه رفتاری رو انجام میدی. وقتی از کوه بالا میری یه رفتاری رو داری انجام میدی. از اون بالا که به پایین نگاه میکنی وحشت میکنی، یک دفعه احساس میکنی میخوای قش بکنی، این یه رفتاره که باعث چنین حالتی میشه. بنابراین روشی که میتونه بهت کمک بکنه در این زمینه که جلوی این عادت رفتاری رو بگیره و بهت کمک کنه ترست رو کم 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 کنی، در واقع استفاده کردن از روش سیستماتیک دسنتزیزیشن. یعنی چی؟ یعنی حساسیت زدایی منظم همراه با ریلکسیشن تکنیکه، یعنی تکنیک آرامش زایی که حساسیتت بره و آرامش بهت برگرده. این تکنیک برای ترس‌ها و فوبیاها به وجود میاد که شما رو میبرن در یه زون مدیتیشن، ریلکس و راحت و آرامش کامل، بعد کم کم در ذهنتون اون فضا سازی رو به وجود میارن، تجسمی رو ایجاد میکنن از بلندی که کم کم بتونه ترست بالا میره، فشار خونت بالا میره، ضربان قلبت بالا میره و بعد باز از طریق ریلکسیشن سعی میکنن میزان و لول ترست رو بیارن پایین. اول رو ایمجینیشنت و مغزت کار میکنن و ذهنت و بعد کم کم به صورت عملی. خیلی مواقع روانشناس باهات میاد، خیلی مواقع نمیاد، خودت بعد این کارو بکنی، ولی من ترجیح میدم با کسی کار کنی که جنبه کوچ داشته باشه و باهات بیاد این کارو انجام بده. میبرتت بالای کوه تا میری. نه گوش کن دیگه، بذار حرفم تموم شه. خیلی مسئله مهمه. وقتی شما میای وسط صحبت من یعنی اصلا گوش نکردی من چی میگم. ببینید شما زم میخواستم میگم من یه علامه جام دارم، اینکه وقتی قش می وقتی که میام بالای ارتفاع قش میکنم رشه منو میگیره. خب همون ترس دیگه عزیزم. این باید یه نفر باهات باشه. اول ارتفاعی که میخوای بری، مثلا بری روی تپه پارک بغل خونتون، اصلا لازم نیست شما بری کوه و یا ارتفاع بلند. برو توی مثلا یه پارکی که دم خونتونه، یه ذره بلنده، یه تپه داره، از اون بالا نگاه کن. با دو سه نفرم برو که دستتو بگیرن و خوشحال باشی با بودنشون. بعد کم کم از اون پارکه برو یه ذره بالاتر، بعد میتونی بری از طبقه اول خونه پایین رو نگاه کنی، بعد از طبقه دوم خونه پایین رو نگاه کنی، کم کم ترست بریزه، بعد بری طبقه سوم. این کار حساسیت زدایی پله پله است. یواش 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 میری تا میرسی به اون جایی که بتونی اگه بلندی پایین رو نگاه کنی. ولی اگه همین الان شما رو ببرم اون بالای بلندی بگم پایین رو نگاه کن، قش میکنی. نه مطمئنم. بله. کم کم کوچولو کوچولو، مثل یه بچه‌ای که از تاریکی میترسه، اول مامانش دستش رو میگیره میبره توی یه اتاق با هم بازی میکنن، بعد دفعه بعد میبره توی اتاق، بعد چراغ خاموش میکنه روشن میکنه، با بچه بازی میکنه، با تاریکی روشنی با بچه بازی میکنه، بعد کم کم میره توی اتاق میگه 2 دقیقه چراغ خاموش کنیم، بعد من بغلم میکنم تو رو باد بازی میکنم. بچه رو اول با آرامشی که تو بغل مامانه با تاریکی آشنا میکنه و کم کم بچه رو میبره توی اتاق، چراغ خاموش روشن میکنه که بچه تنها باشه، بعد تر کم کم ترس بچه بریزه. شما همونی، همون ترس، همون کیفیته. منتها این روش باید برات انجام شه، بدون این روش به جایی نمیرسی، مطمئن باش. و یه نفر پا به پا باد باشه و این تکنیک رو استفاده کنه. اوکی جونم؟ ببخشید، فقط این که بچه بودم سوختم تاثیری روی این مسئله بیشتر نمیذاره؟ 100% اثر داره. اون خودش یه تروما بوده، یه ترس بوده، اون خودش یه در واقع میشه گفت یه PTSD بوده. آخه یه قسمتی اثرم سوخته. عزیز دلم. آره 100% اثر داشته. تو بچگی هر چیزی که رو روح ما اثر بگذاری استمپ میخوره تا آخر عمرمون، مگه اینکه وقتی ادالت میشی، بزرگسال میشی، انقدر رو خودت کار کنی که کم کم دردت نیاد. ولی یادت که میاد، ولی دردت نیاد. شما اگه هنوز به اون خاطره فکر میکنی و دردت میاد، هنوز خوب نشدی، دلت واسه خودت میسوزه که ازت تکر نشدی. عزیز دلم حق داری، رو خودت خیلی بد کار کنی میارزه. یه سال رو خودت مامی جان کار کن، یه سال برو از همه چیت بزن، برو رو روانشناسی رو خودت کار کن، بذار یکم از زندگیت لذت ببری، بذار یاد بگیری استرابه و ترس رو از خودت دور کنی و شجاعتر بشی و با احساس بهتری زندگی کنی. ولی نیاز داری رو خودت کار بکنی. نه باید ببین، خب تنبلی کردی، بی‌توجهی کردی، سهل‌انگاری کردی. همه ی زندگی ما روح و روان ماست. من اگه خوشحال نباشم این زندگی به درد نمیخوره، هر چقدرم داشته باشم. بیایید حساب بانکی منو میلیون ها دلار بکنید،
بیاد بهترین فضا رو واسه من به وجود بیاد بر زندگی، بهترین جولری ها رو بر من بیاد، بهترین زندگی رو بیاد. وقتی خوشحال نیستم و هپی نیستم مفت نمیارزه. بالای هرم روانی انسان این هرم دیگه، نه این قسمت بالای هرم روانی انسان میگه هپینس، میگه خوشحالی. خوشحال باش. حالا شما وقتی نمیتونی خوشحال باشی، یعنی هر چی هم داری فایده نداره. شما از اون چیزی که داری باید لذت ببری، احساس آرامش رو پیس کنی، اون ارزشش از همه چی تو دنیا بیشتره. مرسی از شما، مرسی عزیزم، زنده باشی، خدا نگهدارت باشه. خب دوستان عزیز، قرار بود بریم راجع به هوش صحبت بکنیم. من چند تا کوچولو راجع به هوش بهتون بگم، کارهایی رو که باید بکنین. یکی از روش‌هایی که برای توان و قدرت ذهنی رو بالا میبره از لحاظ نوروبیک، یکی از تکنیکاییه که میتونه بهتون در این زمینه کمک بکنه. یه کارهایی رو باید انجام بدید برای منظور. از نظر تخصصی باید مثلا مسواک زدنتون رو با دست راست دارین با دست چپ بکنید. وقتی دارید کارهای مختلف انجام میدین گوشاتون رو بگیرین. مطالعه میکنی گوشتو بگیر، تلویزیون میبینی یه دقیقه گوشاتو بگیر، تصویری اگه هست. سعی کن تمرکزت رو به حسای دیگه ذهنت بدی. کار دیگه ای که میتونی بکنی، سعی کن یه مدتی روی میزت یه قاب عکس رو برعکس بذاری. چشمت بذار با فضاهای برعکس و با اجسام متفاوت، با اشکال متفاوت روبرو بشه. اینا به مغزت کمک میکنه. با چشمای بسته سعی کنید در خانه راه برید یا کاراتون رو انجام بدید یا راهتون رو پیدا کنید. این به کیفیت مغزتون کمک میکنه. چشاتون رو ببندین، یه راههایی رو برین، یه کارهایی بکنین که خطر هم نداشته باشه براتون. مغزتون رو ورزش بدین. نگاه کن به یه گوشه اتاق، پلک نزن و سعی کن به هیچی فکر نکنی. یک ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه سعی کن ذهنت بلانک بشه، سفید سفید، هیچی توش نیاد. کمکت میکنه. شاید کمی براتون عجیب باشه، ولی میشه مغز رو هم مثل عضلات ورزیده کرد. شما میتونید مغزتون رو معیوب کنید، میتونید ورزیده کنید. استشمام مواد مسموم، سیگار، مشروب، مواد مخدر، غذاهای مونده، فاسد، اینفکشن، عفونت، تب زیاد، مننژیت، آلرژی، سینوس، سینوزیت، عفونت هایی که هست، عفونت در بدن، حساسیت، همه اینا رو مغز اثر میگذاره. استرس هم از همه بالاتر. شما این محصول استرس رو یادتون نره. تو هر خونه ایرانی باید یه دونه از این استرس ها باشه. چون ما هممون استرس داریم. هممون یه جورای عصبی هستیم، بیقراریم، مضطربیم. اینو مطمئنم. یه دونه در روز استفاده کنید، ریلکستون میکنه، ویتامین بی لازم رو بهتون میده، سروتونین لولتون رو بالا میبره. اگه خسته از توان بدنتون کم، سوپر انرژی رو استفاده کنید. ما کرمایی رو هم براتون آوردیم که حالا راجبش صحبت میکنم در ادامه برنامه‌مون. برای تقویت سلولای بدنتون از مغزتون تا نوک پاتون و قلب به خصوص، که مرکز تمام بیماری‌ها از قلب و مغز میتونه باعث از بین رفتن انسان بشه. بعد از سیگار بدترین تهدید سکته قلبی و مغزی میتونه باشه در انسان. اگه میخواید تقویت کنید سلولای بدنتون رو، کوکیوتن استفاده کنید. کوکیوتن سلول سازی میکنه، قلبتون رو قوی میکنه، آنتی اکسیدان خیلی قویه، سلول سازی میکنه، مطالعه شده روش. برای کسانی که جوونن، انرژی دارن، سر حالن، کوکیوتن رو استفاده کنید. کوکیوتن رو الان ما در بین محصولاتمون داریم و میتونید استفاده کنید. کسانی که بیماری دارن یا در مرز بیماری هن، به خصوص دایبتیک، میتونه طول عمر رو کم بکنه. کسانی که قند دارن، قند بالا دارن، باید بالانس کنن قندشون رو. شما هر دارویی که استفاده میکنید سعی کنید از بلاد شوگر ساپورت هم استفاده کنید. کمپانی زتر بلاد شوگر ساپورت رو داره. اطمینان کنید این چیزیو که من میگم. دوستان دارن الان به من زنگ میزنن، خدا میدونه انقدر خوشحالن، میگن خسته نیستن، دیزی نیستن، یعنی گیج و منگ نیستن، بالانس شده در واقع قند خونشون، یا تقریبا متعادل شده، دیگه مثل قبل اذیت نمیشن، بدنشون رو فرم تره. بلاد شوگر ساپورت برای قند میتونید استفاده کنید. برای پایه از سالمندان یا کسانی که پوکی و استخوان و اینا دارن، میتونن از یا مثلا جوینت هاشون آسیب دیده، میتونن از مفاصل، تقویت مفاصل استفاده کنن. اینا براتون خوبه. اینا محصولاتیه که فلکسیدویل برای ایمیون سیستم بدنه، برای موه، برای تقویت مغزه،
اسکالپ، یعنی مو برای ماسک سر که میخواید بذارید، دو تا از این قرصا رو بچکنید سرتون، ماساژ بدید برای موفلکسی دویل، توی بدنتون ایمیون سیستم بدنتون رو بالا میبره. اینا همه خوبه، اینا رو ما خیلی خوندیم و راجبش مطالعه کردیم دیگه، خلاصش رو خیلی خودمونی دارم براتون میگم چی به چیه. اگه بخوام توی دیتیلش برم براتون توضیح بدم خیلی وقت میبره. روغن ماهی برای کلسترول و چربی خون و فشار خونه که میتونید استفاده کنید. ماین متریکس برای حافظه است. کوکیوتن اینه که براتون میگم. هر کدوم یکیه. لاغریامونه، یکی برای فت برنر چربی سوزه و یکی هم برای خدمتون عرض کنم اشتها هستش که میتونه اشتهاتون رو کم بکنه. این دوتاش با هم 15 پوند سالم سالم وزنتون رو کم میکنه. کسایی که میخواید وزنتون رو کم کنید، یه ورزش کوچولو بکنید در روز، یه رژیم مناسب بگیرید، اینا رو هم استفاده کنید. سالمه، اون از همه مهمتره. نمیایید یه جاتون رو درست کنید، 10 جای دیگه‌تون رو خراب کنید. اعصابتون به هم نمیریزه، ریزش مو بهتون نمیده، ناراحتی‌های معده نمیده. آنتی اکسیدان خیلی خوبیه. اکثر داروهامون با ویتامین و آنتی اکسیدان مخلوط و ترکیب هستن. ویژن ساپورت برای چشم، برای تقویت چشم، برای خشکی چشم خیلی موثره. کدوم خط رو بگیرم وای جان؟ خط اگه مونده باشن البته. خط سه. بگو عزیزم، جانم روی خط هستید. سلام. سلام خانم دکتر، خوب هستی؟ ممنونم، مرسی. سریع بفرمایید جانم. خواهش کنم یه دقیقه گوشی رو بگیرید چون رو ایر نمیتونم اینه بگم. بعدن رو هولد میذارم، بعد از برنامه باهاتون صحبت میکنم. مرسی. بعد از برنامه خط بعدی رو بگیریم، میرسیم. جانم بفرمایید. الو الو جانم. الو. خب جواب نمید. بفرمایید روی خط هستی؟ سلام علیکم. الو بفرمایید. سلام عزیزم بفرمایید. الو. نه متاسفانه صداشون نمیاد. دوستانی که میخوام با همون تماس بگیرن دیگه، حالا اگه فرصت بشه سر میکنیم باشون صحبت داشته باشیم. 818-776-4-0 که روی خط بیایید و با هم صحبت بکنیم. در این حال محصولات ما همونطور که بهتون گفتم، کرم هامون هم هستن که یکی برای سرم صورته، این برای 6 ماهه این سرم صورت که بهتون میدن. ببینید اندازش 3-4 برابر سرمای دیگه که بهتون معرفی میشه. 24 کرت گلد با کالوجنه. 24 کرت گلد باعث میشه خون رسانی به پوست رو بالا میبره، کالوجن جذب میشه و پوست رو محکم میکنه. و این هم کرم هامون هستن که 3-4 ماه میتونید داشته باشید. برای 1 ماه اینا نیستن. و برای مرطوب کردن جلوگیری از چین و چروک هستش و پوست رو روشن میکنه، لکهای پوست رو از بین میبره و باعث میشه که این مقدار رطوبت پوست که بالا بره جلوی چروکهای صورت رو میگیره. این خط رو بگیرم وای جان. پس خودتون دیگه هستید، بفرمایید. جانم بفرمایید. سلام خانم دکتر. سلام عزیزم، حال شما؟ بفرمایید، صدا میکنم. خانم دکتر، در یه موضوعی میخواستم نظر شما هم بدونم اگه اشکال نداره. صدا میکنم، بفرمایید. برای البته اینو راجع به اصطلاح مملکت خودمون ایران رو خدمتتون عرض میکنم که من چند وقتیه، مخصوصا تو این چند سال اخیر، میبینم که اطرافیان خودم، حالا اون شهری که من هستم، چه خانوم ها چه آقایون، تماما دوچار استرس هستن، دوچار خودکمبینی هستن. یعنی اینو میگم 90% اینطوره، تماما اعصابا ضعیفه، بیادب شدن، یعنی مدام سرک تو زندگی همدیگه میکشن. متاسفانه خانوم همون 90% با بدحجابی خب میان جوری در خیامون ظاهر میشن که به این صورت نمیدونم چی رو میخوان نشون بدن، عقده هاشون رو نشون بدن، جایی که مثلا خودشون میبینن شاید جوان وسوسه بشه. خب و اینکه تحریک بشه به راحتی میان مثلا مانتو. اجازه بدید من همینجا شما رو قطع کنم. شما مثل اینکه یادتون رفته که انسان آزاده که انتخاب کنه، انتخاب کنه خودش چجوری میخواد زندگی کنه. انسان آزاده برای اینکه بخواد لباسش رو انتخاب کنه، برای پوششش. نه من پوششو نمیگم، منظورم پوشش نیست. خانمایی که
معمولا اگه به زور، ببین اون زمانی که حجاب زنهای ایرانی رو به زور برمی داشتن، خیلی از خانم ها بودن که دلشون نمیخواست حجابشون برداشته شه، کلا سرشون میذاشتن. چرا؟ به دلیل اینکه زور بود، بعد همه بی حجاب میشدن. خیلی ها من توی فیلم ها میدیدم که رو سریاشون رو برمی داشتن، دستشون اینجوری میکردن، چون انقدر اینا یاد گرفته بودن و تو ذهنشون بود، حالا تو کالچرشون بود، تو فرهنگشون بود که موشون رو نشون ندن، دستشون رو میذاشتن که موهاشون پیدا نشه. خب اون اعتقادشون بود. حالا الان یه سری رو میگم به زور باید رو سری سرتون کنید. ببینید شما درست میفهمید، من اصلا موضوع حجاب نیست، بله باید آزاد باشه، ولی میبینیم یک خانومی که از یک خانواده بسیار مذهبیه میاد بیرون یه جوری میگرده که اصلا به طریق خانوادهش نمیخوره. خب دوست داره اونجوری باشه. ببین نه کالچر فرهنگی که در جامعه ما هست کانترادیکشن و تضاد توشه. تضاد یعنی این که باید تو خونه یه جور باشی، بیرون خونه یه جور باشی. حالا برعکسه، معمولا افراد بیرون از خونه باید خودشونو خیلی پوشیده و مومن و مقرراتی و با شرایط زمان جلوه بدن، توی خونه هر کاری دلشون بخواد بکنن. بعضیا خیلی خیلی تو خونه بستن و مذهبی هن و دلشون نمیخواد اینقدر مذهبی باشن، نه برادرش از پدرش و مادرش میترسه، ولی اعتقادی واقعا به اون مذهب و به اون روش شیوه رفتارهای مذهبی نداره. خب میاد بیرون مدلشو عوض میکنه، مانتوشو عوض میکنه، روسریشو عوض میکنه، جوونه، خودش انتخاب کرده. من مخالف زورم، من میگم بچه های ما باید یاد بگیرن بهشون بالا سرشون باشیم، بهشون اطلاعات بدیم، یاد بدیم خوب باشن، آسیب به کسی نزنن، اذیت کسی رو نکنن، مطالعه کنن، کتاب بخونن، ولی ما هیچ وقت اعتقادات خودمون رو به زور نباید تو مغز بچه هامون بکنیم. شما دقیقا درست میفهمید خانم دکتر، منم با شما موافقم. خب بل. ولی من نظرم اینه، ببین با اون خانم یا حتی آقا، من نمیخوام خانم ها رو بگم، وقتی که دو تا کلام حرف میزنید میبینید اصلا به خیلی عذر میخوام از شعور چیزی به حس نبرده، ولی جوری خودشو آرایش میکنه، جوری خودشو میخواد نشون بده. این تظاهره نمیدونم از کجا اومده. نه همه که اینطوری نیستن برادر من، نه همه که اینطوری نیستن عزیز من، اینقدر آدمای خوب هستن، اینقدر آدمای با شرف هستن. شما حالا یه تجربه بعدی توی جامعه داشتی که این تجربه رو داری تعمیمش میدی. من با تعمیم دادن مخالفم. یکی از منطقها و فلسفه هایی که خیلی محکوم میشه و به نظر نادانسته است و از روی نادانی میاد اینه که ما بخوایم در یه جامعه که صحبت میکنیم بگیم همه یا هیچکی. اصلا همچین چیزی نیست. جامعه مجموعه از تمام افراد، بنابراین ما میتونیم بگیم بخشی از جامعه، ولی نمیتونیم بگیم همه مردم جامعه. به هر حال صحبتاتون ریشه منطقی نداره، نظر خودتونه، نظر شخصی خودتونه، ولی شما هم احتیاج به بازبینی و نگرش دیگه روی سیستم افکار خودتون دارید. مرسی از دوستان عزیزم که تا این لحظه برنامه رو دنبال کردید و خوشحال بودم از اینکه باهاتون بودم، هم صحبت کردیم، هم مطالبی رو گفتیم، به عرضتون رسوندیم. هم خوشحال میشیم بعد از برنامه تماس بگیرید با دفتر ما در ایران و از محصولات خوب کمپانی زدهر استفاده کنید. هر کی بعد از برنامه یکی دو ساعت بعد از برنامه زنگ بزنه، تخفیف های خیلی خوبی رو میتونه داشته باشه در زمینه محصولات. به هر سه شماره تماس بگیرید و اگه به خود من با وایبر، با واتساپ، با تلگرام یا به هر حال اینستاگرام میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح کنید و خوشحال میشم که در خدمتتون باشم. و مرسی از آقای وحید عزیز در اتاق فرمان و تا روز بعد و برنامه بعد که در خدمت شما عزیزان خواهم بود، سه شنبه بعد از ظهر ساعت 3 تا 4 به وقت لس آنجلس، منتظر دیدار شما عزیزان خواهم بود. خدا یار و نگهدارتون.